درود بر شما دوستان و همراهان، به این درس و به این کلیپ خوش اومدید. در خدمت شما ایم با درس 8 از سری درس های داستان های گرامری انگلیسی و در این درس میخواییم به ساختار حال استمراری یا Present Continuous یا Present Progressive بپردازیم و با بیان یک داستان جالب همراه با مثال های کاربردی در زمان حال استمراری این زمان و این ساختار رو با هم خوب یاد بگیریم و با تمریناتی که در این درس خدمت شما تقدیم میشه و قرار بر این است که شما در این تمرینات شرکت کنید به این زمان و به این ساختار مسلط خواهیم شد. فقط دوستان یه موضوع فراموش نکنید، برای اینکه در جریان آخرین آپدیت ها و جدیدترین ویدیوهای کانال انگلیسی استاپ خوردن قرار بگیرید، کانال رو سابسکرایب یا دنبال بکنید تا جز اولین نفراتی باشید که ویدیوهای آموزشی به دست شما میرسه و میتونید از اونها استفاده بکنید. بسیار خوب دوستان، بپردازیم به درس 8 از سری درس های داستان های گرامری انگلیسی در زمان حال استمراری. دوستان همونطوری که میدونید ترتیب و فرمول زمان حال استمراری به این صورته که در تصویر دارید مشاهده میکنید، یعنی فاعل به علاوه am یا is یا are، به علاوه فعل در حالت ing، به علاوه مفعول یا بقیه جمله. پس با مثالهایی که در این درس با هم کار خواهیم کرد این ساختار رو خوب یاد خواهید گرفت. Today Julie is visiting her grandparents. Today Julie is visiting her grandparents. Today یعنی امروز. یه کاما داره، یه وقفه کوچیک میدیم بهش. Julie یعنی خانومی به اسم جولی، یه دختر خانوم به اسم جولی. Is یعنی است. Visiting فعل در حالت ing. Visit یعنی ملاقات کردن. Visiting در حالت ing. Her یعنی مال اوی مؤنث. Parents یعنی والدین. Grandparents یعنی پدر بزرگ، مادر بزرگ، والدین بزرگ. Julie is visiting her grandparents یعنی جولی در حال ملاقات کردن پدر بزرگ و مادر بزرگشه. چه زمانی؟ Today امروز. Today Julie is visiting her grandparents یعنی امروز جولی دارد از پدر بزرگ مادر بزرگش ملاقات میکند، رفته به دیدار اونها و داره با اونها ملاقات میکنه. همونطور که میبینید فاعل جولیه و به علاوه is به عنوان اینکه سوم شخص مفرده، به علاوه فعل در حالت ing که میشه visiting، به علاوه بقیه جمله her grandparents پدر بزرگ مادر بزرگش. Today Julie is visiting her grandparents یعنی امروز جولی دارد از پدر بزرگ مادر بزرگش ملاقات میکند، به دیدار اونها رفته است. حالا عزیزان نوبت شماست. اگر میخواید یاد بگیرید و اگر میخواید مسلط بشید حتما همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید و همزمان با همین کلیپ و با این درس تکرار بکنید. Today Julie is visiting her grandparents. Today Julie is visiting her grandparents. She loves her grandparents. She loves her grandparents. She یعنی اوی خانوم داره کیو میگه؟ داره جولی رو میگه. جولی قهرمان داستان ماست، یه دختر خانم به اسم جولی. حالا به جای اینکه اسمشو بیاره، به جای اینکه بگه جولی، از ضمیر استفاده میکنه. ضمیر مؤنث سوم شخص میشه کی؟ میشه شی. شی یعنی اوی خانم، اوی مؤنث. love یعنی عاشق بودن، خیلی دوست داشتن. loves حالت سوم شخصه. چرا گفته loves؟ به این دلیل که فاعل ما سوم شخص مفرده. her grandparents یعنی پدر بزرگ مادر بزرگش، پدر بزرگ مادر بزرگ اوی خانوم. her برمیگرده به she،
به جولی. She loves her grandparents. ساختار حال ساده است. حالا چرا حال ساده استفاده کرده؟ به این دلیل که داره یک حقیقت رو، یک واقعیت رو برای ما بیان میکنه. She loves her grandparents. یعنی او عاشق پدر بزرگ مادر بزرگشه. شما هم عاشق پدر بزرگ مادر بزرگتون هستید؟ امیدوارم که اگر زنده هستند خداوند بهشون عمر با عزت بده و اگر از پیش شما رفتند و در ذهن شما هستند روان و روحشون شاد باشه. حالا برای اینکه خوب یاد بگیرید همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا همزمان با این کلیپ بیان بکنید تا خوب بهش مسلط بشید. She loves her grandparents. She loves her grandparents. At this moment, she is sitting on her grandfather's knee. At this moment, she is sitting on her grandfather's knee. At یعنی در, this یعنی این, یعنی اشاره به نزدیک, moment یعنی لحظه. At this moment یعنی در این لحظه. یه کاما داره, یه وقفه کوچیک میدیمش. She یعنی اوی خانوم داره دوباره در مورد جولی صحبت میکنه. Is sitting ساختار حال استمراری, یعنی یه کاری که استمرار داره. چرا از is sitting استفاده کرد؟ چرا نگفت are sitting؟ چرا نگفت am sitting؟ به این دلیل که فاعل ما سوم شخص مفرده و برای سوم شخص مفرد از is استفاده میکنیم. She is sitting یعنی او دارد می نشیند, یعنی او در حال نشستن است. Sit یعنی نشستن. Sitting با یه تی اضافه در حالت ing یعنی در حال نشستن و فرم ing فعل sit یعنی نشستن. On یعنی روی. Her grandfather یعنی پدر بزرگش, پدر بزرگ اوی مؤنث. Her grandfather's knee, apostrophe S, برای بیان مالکیت استفاده شده. و همونطور که میبینید apostrophe S, بعدش نی هم یعنی زانو. و همونطور که دارید مشاهده میکنید, K در نی ناخواناست, یعنی خوانده نمیشه. نی یعنی زانو. On her grandfather's knee, یعنی روی زانوی پدر بزرگش. At this moment, در این لحظه, she's sitting, او نشسته است, او دارد می نشیند, او در حال نشستن است, on her grandfather's knee, روی زانوی پدر بزرگش. وای, نشسته روی زانوی پدر بزرگ عزیزش. حالا نوبت شماست در قسمت کامنت, برای اینکه تسلط پیدا بکنید به این جمله, همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا همزمان با این کلیپ بخونید, با صدای رسا و صدای خودتون رو ضبط بکنید و حتماً با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهات تلفظی و بیانتون رو رفع بکنید. At this moment, she is sitting on her grandfather's knee. At this moment, she is sitting on her grandfather's knee. She is listening to a story. She is listening to a story. She, دوباره داره در مورد جولی صحبت میکنه. اوی خانوم. Is listening یعنی دارد گوش میدهد. Listen یعنی گوش دادن. Listening فرم ing فعل listen. Is listening ساختار حال استمراری. She's listening یعنی او دارد گوش میدهد. به چی؟ To یعنی به. A article A برای بیان یک چیز. Story یعنی داستان. A story یعنی یک داستان. She's listening to a story یعنی او دارد به یک داستان گوش میدهد. طبیعتاً رو پای پدر بزرگش نشسته و پدر بزرگش داره براش داستان میگه. وای چقدر خاطرات خوبی. حالا نوبت شماست, برای اینکه مسلط بشید همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا حتما بیان بکنید و فراموش نکنید که باید صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید. She is listening to a story.
She is listening to a story. She is smiling. She's smiling. She یعنی اوی خانم دوباره داره در مورد جولی صحبت میکنه و از ضمیر استفاده کرده. اوی خانم. She is ساختار حال استمراری به این دلیل که بعدش فعل در حالت ing اومده. Smile یعنی لبخند زدن. Smiling یعنی در حالت لبخند زدن و حالت ing فعل smile یعنی لبخند زدن که میشه smiling. She's smiling یعنی او دارد لبخند میزند. طبیعتاً وقتی که روی زانوی پدر بزرگش نشسته و پدر بزرگ داره براش داستان میگه بایدم لبخند بزنه. خب حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. She's smiling. She's smiling. She loves her grandfather's stories. She loves her grandfather's stories. She یعنی اوی خانم. Loves یعنی دوست داشتن و در اینجا برمیگرده به she یعنی دوست دارد. او دوست دارد. کی؟ Julie. Her grandfather یعنی پدر بزرگش. پدر بزرگ اوی خانم. آپاستروفی اس برای بیان مالکیت. Story یعنی داستان. Stories حالت جمعشه یعنی داستانها. Grandfather's stories یعنی داستانهای پدر بزرگ. Her grandfather's stories یعنی داستانهای پدر بزرگش. She loves her grandfather's stories یعنی او عاشق داستانهای پدر بزرگش است. حالا چرا از زمان حال ساده استفاده کرده؟ برای اینکه داره یک حقیقت رو عنوان میکنه. و حالا نوبت شماست برای اینکه خوب یاد بگیرید همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید عزیزان. She loves her grandfather's stories. She loves her grandfather's stories. David is Julie's grandfather. David is Julie's grandfather. David یعنی یه آقایی به اسم دیوید. Is یعنی است. Julie یعنی خانم جولی. آپوستروفی اس برای بیان مالکیت. Grandfather یعنی پدر بزرگ. David is Julie's grandfather یعنی دیوید پدر بزرگ جولیه. حالا متوجه شدیم که همین آقای پدر بزرگ اسمش دیویده. حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید که خوب بهش مسلط بشید. David is Julie's grandfather. David is Julie's grandfather. He loves his granddaughter. He loves his granddaughter. He یعنی اوی آقا. کیو میگه؟ دیوید رو. He یعنی اوی مذکر و در اینجا اوی مذکری غیر از دیوید نداریم. پس داره در مورد دیوید صحبت میکنه. Loves حالت سوم شخص فعل دوست داشتن و خیلی عاشق بودن. He loves یعنی او عاشق. عاشق چیه؟ His granddaughter. Granddaughter یعنی نوهی که دختره. His یعنی مال اوی مذکر. کیو داره میگه؟ دیوید رو. پدر بزرگ رو. He loves his granddaughter یعنی او نوه اش را، نوه دختریش رو دوست داره. He loves his granddaughter. حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید تا بهش مسلط بشید. He loves his granddaughter. He loves his granddaughter. Right now, he is telling her a story.
Right now he's telling her a story. Right now یعنی همین الان. Now یعنی اکنون. Right یعنی درست. Right now یعنی همین الان. کاما برای توقف کوتاه. He یعنی اوی آقا. Is telling یعنی دارد میگوید. Tell یعنی گفتن. Telling حالت ing فعل tell. He's telling یعنی او دارد میگوید. به چه کسی میگوید؟ Her به اوی مؤنث. اوی مؤنث کیه؟ Julie. He's telling her یعنی او دارد به او میگوید. David یا پدر بزرگ دارد به جولی میگوید. چی میگوید؟ A story. یک داستان. Right now he's telling her a story. یعنی همین الان اکنون دیوید دارد برای جولی یک داستان میگوید. یا او دارد برای او یک داستان میگوید. که اوها رو ما میدونیم کیه و از ضمیر وقتی استفاده کرده ما متوجهیم که در مورد کی داره صحبت میکنه. حالا نوبت شماست. در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید تا بهش مسلط بشید. Right now he's telling her a story. Right now he's telling her a story. He is holding her on his knee. He's holding her on his knee. He یعنی اوی آقا. کیو میگه؟ دیوید رو. Is holding یعنی دارد، نگه میدارد. Hold یعنی نگه داشتن. Holding حالت ing فعل hold که یعنی نگه داشتن. He's holding یعنی او دارد، نگه میدارد. Her یعنی مال اوی مؤنث. On روی. His مال اوی آقا. Knee یعنی زانو. He's holding her on his knee یعنی او دارد او را روی زانویش نگه می‌دارد. یعنی دیوید یا پدر بزرگ جولی رو روی زانوش نگه می‌داره. He's holding her on his knee. حالا نوبت شماست. در قسمت کامنت اگر هدفتون یادگیریست، اگر میخواید یاد بگیرید، اگر میخواید مسلط بشید، حتما همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. He's holding her on his knee. He's holding her on his knee. He is holding her hands. He's holding her hands. He یعنی اوی آقا. باز هم داره در مورد دیوید صحبت میکنه. Is holding همونطور که گفتیم یعنی دارد، نگه میدارد. Her hands یعنی دستان او را. دستان کیو؟ جولی رو. He's holding her hands یعنی دیوید یا پدر بزرگ دارد دستان اوی مؤنث که در اینجا جولیه نگه میداره. حالا چیکار کرده؟ دیوید دارد دستان جولی را در دستانش نگه می‌دارد. حالا نوبت شماست. برای اینکه یاد بگیرید، برای اینکه مسلط بشید، حتما همین جمله را در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. He's holding her hands. He's holding her hands. They are sitting in the living room. They are sitting in the living room. They یعنی آنها. آنها کیو میگه؟ یعنی دیوید و جولی. Are یعنی هستند. They are یعنی آنها هستند. Sitting حالت ing فعل sit یعنی نشستن و sitting یعنی در حال نشستن. They are sitting یعنی آنها دارند می نشینند. در حال نشستن هستند. در کجا؟ In در the living room در اتاق پذیرایی. Living room یعنی اتاق پذیرایی، اتاقی که درش بیشتر اوقاتمون رو میگذرونیم. Room یعنی اتاق. Living room یعنی اتاق پذیرایی یا حال پذیرایی. In the living room
یعنی در حال یا در اتاق پذیرایی. They are sitting یعنی آنها در حال نشستند هستند. کجا؟ In the living room، در اتاق پذیرایی. They are sitting in the living room یعنی آنها در حال نشستند در اتاق پذیرایی یا حال هستند. حالا نوبت شماست. اگر میخواید مسلط بشید، اگر میخواید خوب یاد بگیرید، همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. They are sitting in the living room. They are sitting in the living room. Sarah is Julie's grandmother. Sarah is Julie's grandmother. Sarah یعنی خانومی به اسم سارا یا سارا. Is یعنی است. Julie یعنی خانوم جولی. آپاستروفی است برای بیان مالکیت. Grandmother یعنی مادر بزرگ. Mother یعنی مادر. Grandmother یعنی مادر بزرگ. Sarah is Julie's grandmother یعنی سارا مادر بزرگ جولیه. چرا از زمان حال ساده استفاده کرده؟ به این دلیل که میخواد یک حقیقت، یک اصل رو عنوان بکنه. Sarah is Julie's grandmother یعنی سارا مادر بزرگ جولی است. حالا نوبت شماست. اگر میخواید یاد بگیرید، همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. Sarah is Julie's grandmother. Sarah is Julie's grandmother. At this moment, Sarah is standing in the kitchen. At this moment, Sarah is standing in the kitchen. At this moment, همونطور که گفتیم یعنی در این لحظه. Sarah یعنی خانم سارا یا مادر بزرگ جولی. Is standing یعنی دارد می ایستد. در حال ایستادن است. Stand یعنی ایستادن و standing یعنی در حال ایستادن یا حالت ing فعل stand. Sarah is standing یعنی سارا در حال ایستادن است. در کجا؟ In the kitchen، در آشپزخونه. همونطور که میبینید آشپزخونه میشه kitchen. Sarah is standing in the kitchen یعنی سارا در داخل آشپزخانه در حال ایستادن است. وایساده اونجا، احتمالاً داره یه کاری انجام میده. At this moment، در این لحظه، Sarah is standing in the kitchen یعنی سارا در حال ایستادن در داخل آشپزخانه است. حالا نوبت شماست. اگر میخواید مسلط بشید، اگر میخواید خوب یاد بگیرید، همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید عزیزان و با صدای رسا حتما تکرار بکنید. At this moment، Sarah is standing in the kitchen. At this moment, Sarah is standing in the kitchen. She is baking cookies for David and Julie. She's baking cookies for David and Julie. She یعنی اوی خانوم. چه کسی رو داره میگه؟ در جمله قبلی گفتیم سارا یا مادر بزرگ. حالا از ضمیر استفاده میکنه. ضمیر مؤنث چیه؟ She is baking یعنی او دارد تبخ میکند. او دارد میپزد. Bake یعنی پختن. Baking حالت ing فعل bake. She is baking یعنی او دارد میپزد. او دارد تبخ میکند. چه چیزی رو؟ Cookies. کوکی یعنی کلوچه. کوکیز یعنی چند تا کلوچه. She's baking cookies یعنی او دارد کلوچه ها رو میپزه. برای کی؟ For برای دیوید. دیوید and Julie. دیوید و جولی. برای پدر بزرگ و نوه. She's baking cookies for David and Julie یعنی او دارد کوکی میپزد. او دارد کلوچه ها میپزد برای دیوید و جولی. حالا نوبت شماست. اگر میخواید یاد بگیرید، اگر میخواید مسلط بشید، همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید عزیزان. She's baking cookies for David and Julie. She's baking cookies for David and Julie. She
She is also listening to David's story. She is also listening to David's story. She یعنی اوی خانم به کی داره اشاره میکنه؟ به مادر بزرگ، به سارا. Is, asked, also همچنین listening یعنی در حال گوش کردن. She is listening یعنی او دارد گوش میدهد. She is also listening یعنی او هم همچنین دارد گوش میدهد. به چی؟ To, به David's story، به داستان دیوید. David apostrophe s برای بیان مالکیت، story یعنی داستان، David's story یعنی داستان دیوید. میبینید که یه دونه اس شنیده میشه در حالی که دو تا اس داره. اینجا اسی که در انتهای David's برای apostrophe s و برای بیان مالکیت استفاده شده میچسبه به اس در story، میشه David's story یعنی داستان دیوید. She's also listening to David's story یعنی او هم همچنین دارد به داستان دیوید گوش میدهد. حالا نوبت شماست. اگر میخواید یاد بگیرید، اگر میخواید مسلط بشید، همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. She's also listening to David's story. She's also listening to David's story. They are eating cookies together. They are eating cookies together. They یعنی آنها. به کی داره اشاره میکنه؟ به دیوید یعنی پدر بزرگ، به سارا به مادر بزرگ و جولی یعنی سه نفر، دیوید، سارا و جولی. پس از ضمیر مناسبش استفاده کرده. آنها میشه they are یعنی هستن. eating فعل eat یعنی خوردن. eating حالت ing فعل eat یعنی در حال خوردن. they are eating یعنی آنها دارند میخورن. نوش جونشون چی میخورن؟ cookies، کلوچه ها رو. together یعنی با هم دیگه. they are eating cookies together یعنی آنها دارند با هم دیگه کوکی میخورند، کلوچه میخورند، نوش جونشون. حالا نوبت شماست. اگر میخواید یاد بگیرید، اگر میخواید کوکی بخورید، اگر میخواید جایزه کوکی بگیرید، در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید تا خوب بهش مسلط بشید. They are eating cookies together. They are eating cookies together. They are having fun together. They are having fun together. They یعنی آنها، are having یعنی در حال داشتنش هستند. Have یعنی داشتن، having حالت ing فعل have. Are having یعنی در حال داشتنش هستند. در حال چی هستند؟ در حال داشتن چی هستند؟ Fun. Fun دارن، سرگرمی دارن، خوشگذرونی دارن. They are having fun یعنی داره بهشون خوش میگذره. Together یعنی با هم دیگه. They are having fun together یعنی اونها با هم در حال خوشگذرونی هستند، با هم دیگه خوش میگذرونن، خوش به حالشون. They are having fun together. حالا نوبت شماست. اگر میخواید یاد بگیرید، اگر میخواید به شما هم از رهگذر یادگیری انگلیسی خوش بگذره، همین الان همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. They are having fun together. They are having fun together. They are spending quality time together. They are spending quality time together. They یعنی آنها. به کی داره اشاره میکنه؟ جولی و پدر بزرگ، مادر بزرگش. Spend یعنی خرج کردن، صرف کردن. Spending در حالت ing اومده. They are spending یعنی آنها دارند خرج میکنند، آنها دارند صرف میکنند. چی رو؟ Quality time. Quality یعنی کیفیت.
Quality time، time یعنی زمان. Quality time یک کالوکیشنه، یک عبارته به این معنی که شما زمانی رو با عزیزی بگذرونید، باهاش حرف بزنید، باهاش گفتگو کنید، مثلا با پدر مادرتون، با همسرتون، با بچه هاتون، زمانی که ارزشمند صرف بشه بهش میگن quality time. They are spending quality time یعنی آنها دارن زمان ارزشمندی رو با هم میگذرونند. Together یعنی با همدیگه. They are spending quality time together یعنی آنها دارن زمان ارزشمندی رو با هم صرف میکنند، با هم میگذرونند. حالا نوبت شماست عزیزان، مایی که داریم quality time رو با هم میگذرونیم، مایی که داریم با هم این کلیپ آموزشی رو کار میکنیم، با هم تحلیل میکنیم، با هم یاد میگیریم، حالا برای اینکه شما خوب یاد بگیرید همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. They are spending quality time together. They are spending quality time together. بسیار عالی، دمتون گرم، کارتون درسته، آفرین بر شما، بی نظیر هستید. آفرین بر شمایی که در تمرینات شرکت کردید، آفرین بر شمایی که با صدای رسا بیان کردید. شما در جهت درستی در مسیر یادگیریتون هستید و با تکرار و با تمرینی که شرکت میکنید و کامنت هایی که بینویسید و بیان با صدای رسا که دارید، دارید به خودتون کمک میکنید. اون دوستانی هم که فقط خوندن، بسیار سپاسگزاریم از همراهیشون، ولی دوستان راه درست یادگیری این نیست. هدف ما و وظیفه ما این است که به شما بگوییم چگونه میتوانید یاد بگیرید. اینکه شما به این تکنیک ها، اینکه شما به این روش ها گوش بدید و اونها را اجرایی بکنید، از اختیار ما دیگه خارجه، اختیارش با شما عزیزانه. پس لطفاً اگر این کارو نکردید، دوباره برگردید از ابتدای ویدئو دوباره ببینید و حتما در تمرینات شرکت بکنید. حالا رسیدیم به بخش چالشی این داستان و این درس. میخواییم یک بار با سرعت کند از روی داستان با همدیگه بخونیم. کاری که باید شما بکنید این است که حتما با دستگاهتون، با موبایلتون صدای خودتون رو قرار ضبط بکنید و در انتها بعد از اینکه خوندیم با همدیگه، صدای خودتون رو که ضبط کردید با نحوه بیان و نحوه تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید، تا اگر اشتباهی، اگر اشکالی در تلفظ و بیانتون وجود داره، اونها رو بتونید پیدا بکنید و رفع بکنید. آماده این؟ یک بار با سرعت کند این داستان رو با هم میخونیم. بزن بریم. Today, Julie is visiting her grandparents. She loves her grandparents. At this moment, she is sitting on her grandfather's knee. She is listening to a story. She is smiling. She loves her grandfather's stories. David is Julie's grandfather. He loves his granddaughter. Right now, he is telling her a story. He is holding her on his knee. He is holding her hands. They are sitting in the living room. Sarah is Julie's grandmother. At this moment, Sarah is standing in the kitchen. She is baking cookies for David and Julie. She is also listening to David's story. They are eating cookies together. They are having fun together. They are spending quality time together. آفرین بر شما، میبینم که خیلیاتون با همین روند و با همین سرعت تونستید این داستان رو بخونید. دم شما گرم، کارتون بسیار درسته. حالا میخوایم یه مقدار چالشی ترش بکنیم با سرعت روون و نرمال، همونطور که یک داستان انگلیسی رو توسط یک نیتیو ممکنه بشنوید،
میخواییم داستان رو با هم بخونیم. شما هم فراموش نکنید حتما باید صدای خودتون رو ضبط بکنید و همگام با این درس و با این کلیپ و با من این داستان رو باید به صورت نرمال و روون بتونید بخونید. حالا اگر این اتفاق نیفتاد و نتونستید این داستان رو به همین سرعت بخونید اشکالی نداره، راهش تمرین دوباره است. راهش اینه که دوباره تمرین کنید، دوباره کار بکنید، یک بار، دو بار، صد بار، هزار بار اشکالی نداره. اولویت شما در مسیر یادگیری باید همین درس و همین داستان باشه. تا زمانی که به این درس کاملا مسلط نشدید به درس دیگری نپردازید. دوستان همین درس رو اگر مسلط بشید خودش میتونه یک سنگ محکم در بنای عظیم یادگیری شما عزیزان باشه. آماده این؟ یک بار دیگه میخواییم با سرعت نرمال این داستان رو بخونیم. فراموش نکنید که حتما صدای خودتون رو باید ضبط بکنید و بعدش باید مقایسه بکنید با نحوه بیان در این کلیپ. یک بار دیگه با هم با سرعت نرمال این داستان رو میخونیم. بزن بریم. Today Julie is visiting her grandparents. She loves her grandparents. At this moment, she's sitting on her grandfather's knee. She's listening to a story. She's smiling. She loves her grandfather's stories. David is Julie's grandfather. He loves his granddaughter. Right now, he's telling her a story. He's holding her on his knee. He's holding her hands. They are sitting in the living room. Sarah is Julie's grandmother. At this moment, Sarah is standing in the kitchen. She's baking cookies for David and Julie. She is also listening to David's story. They are eating cookies together. They are having fun together. They are spending quality time together. دم شما گرم، آفرین بر شما. میبینم که خیلیاتون تونستید با سرعت نرمال و روون همین داستان رو بخونید و بیان بکنید. فراموش نکنید که حتما ویسی که ضبط کردید از خودتون رو گوش بدید و با نحوه بیان در این کلیپ مقایسه بکنید تا باعث رشد شما در یادگیریتون بشه. دوستان همونطور که گفتیم اشکالی نداره اگر دفعه اول، اگر در دفعه دوم، اگر در دفعه دهم نتونستید این داستان رو با سرعت نرمال و روون بخونید. راهش فقط تمرینه. به جای اینکه 10 تا درس دیگر رو کار بکنید، این درس رو 10 بار کار کنید و بعد از اینکه بهش مسلط شدید برید درس بعدی. دوستان روش تمرین همونطور که میبینید در این قسمت خدمت شما تقدیم شده و دارید مشاهده میکنید. حتما فراموش نکنید که طبق همین روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین و استفاده بفرمایید از کلیپ های آموزش انگلیسی مثل آب خوردن و فراموش نکنید که کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو برای دریافت درس های آینده و جدیدتر دنبال بکنید، سابسکرایب بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون. آرزوی تندرستی و سلامتی برای شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید داریم.